خانواده های بیش از 1700 تن از شهدای فاجعه پایگاه هوایی اسپایکر عراق که به دست تروریست های داعش صورت گرفت در دومین سالگرد این فاجعه در قربانگاه فرزندانشان حاضر شدند این خانواده ها از مسئولان خواستند عاملان این فاجعه خونین را شناسایی و قصاص کنند خانواده های مفقود شدگان هولوکاست شیعی نیز از مسئولان خواستند سرنوشت فرزندانشان را مشخص کنند و در این راه از سیاسی سازی این واقعه خودداری کنند. این در حالی است که به گفته این خانواده ها فعالیت کمیته مربوط به این فاجعه تعطیل و حقوقی نیز که دولت به خانواده های قربانیان می داده متوقف شده است. در این واقعه 1950 تن ناپدید شدند که پس از جستجو پیکر 600 تن از آنان پیدا شد که 500 تن از این تعداد شناسایی و به خانواده هایشان تحویل داده شدند. اما کار کمیته های تفحص از یک سال پیش متوقف شده و علت آن منحل شدن اتاق حقوق بشر و تعطیل شدن اتاق عملیات دبیرخانه کامین است. در دومی سالگرد قربانیان این فاجعه دست کم 300 خانواده از استانهای مختلف عراق به اسپایکر آمدند.